فصل دوم همراه پدر مشتمل بر 12 عنوان. عنوان اول پدرم در زندان بیرجند. خانه نشینی از مرداد 1307 یعنی پس از پایان دوره ششم مجلس شورای ملی، آزادی‌های فردی و اجتماعی به تدریج از میان رفت. با مداخله علنی دولت در انتخابات، حضور مخالفین در مجلس ناممکن شد. پدرم که در دوره پیش نماینده سوم تهران بود، در مجلس هفتم حتی یک رأی هم نداشت. به جای شخصیت‌هایی مانند مؤتمن الملک یا حسین پیرنیا، سید حسن مدرس، میرزا حسن خان مصطفی الممالک، ملک الشعرای بهار، افرادی نظیر علی دشتی، میرزا حسین خان وثوق الدوله، سید یعقوب انوار، شیخ الملک اورنگ، عبدالحسین خان تیمورتاش و غیره از صندوق‌ها بیرون آمدند. پایه‌های رژیم استبدادی مستحکم شده بود. پدرم به تلافی مخالفتش با دیکتاتوری رضاشاه در احمدآباد ساوج بلاغ به سر می برد و اوقات خود را صرف مطالعه و کارهای کشاورزی می کرد. در اردیبهشت سال 1315 پدر ناگهان دچار خونریزی شدید گلو شد. ادامه خونریزی بنیه او را ضعیف کرد. چون با مراجعه به اطباء علت بیماری معلوم نشد، به توصیه دوستان و اصرار من عازم اروپا شدیم و از راه روسیه با قطار کشتی به آلمان رفتیم. در برلن به سفارش پروفسور فون ایکن استاد دانشگاه، پدرم در بیمارستان بستری شد. پس از بهبودی و خارج شدن از بیمارستان، پدرم به یک پزشک اعصاب مراجعه کرد. به مناسبت نیست گفتگوی آنها را در اولین جلسه آشنایی نقل کنم. در این جلسه دکتر میزان تحصیلات پدرم را جویا شد. پدر گفت دکتر حقوق و علوم سیاسی است. سپس شغل او را پرسید، گفت فلاغت. دکتر که از سوابق پدر و شرایط زندگی او پس از کنارگیری از سیاست و اوضاع ایران در زمان رضاشاه اطلاع نداشت، گفت این هم نوعی بیماری است که انسان حقوق خوانده باشد و کشاورزی کند. پس از 38 روز توقف در آلمان به ایران مراجعت کردیم. در آن موقع پدر در نزدیکی تجریش باقی معروف به باغ کاشف السلطنه را برای سکونت خانواده اجاره کرده بود. پدر روز سوم تیر ماه از ساوج بلاغ برای سرکشی به منزل آمده بود که روز هفتم تیر ماه مقارن غروب رئیس کلانتری تجریش با دو تن مأمور شهربانی به اقامتگاه او آمدند. پدرم چون با کسی ملاقات نمی کرد، مستخدم به مأموری می گوید دکتر خانه نیست، ولی آنها متقاعد نمی شوند و در اطراف خانه به مراقبت می پردازند. پدرم که متوجه شده بود آنها مأمور شهربانی هستند، دستور می دهد وارد خانه شوند و در چادری که در باغ بود منتظر او بمانند. چند دقیقه بعد به محض اینکه وارد چادر می شوند، مأمورین به او می گوید حسب الامر باید شما را با نوشتجات و اتومبیلتان به خانه شهری ببریم و نوشتجاتی را هم که در آنجا دارید برداریم و به شهربانی برویم. در آنجا تحقیقات مختصری از شما می کنند و مرخص می شوید. پدرم در آن باغ غیر از نوشتجاتی که از احمدآباد با خود آورده بود و در کیف دستی او بود، نوشته دیگری نداشت. مأمورین همراه پدرم و با اتومبیل او به خانه شهری می روم و چند جلد کتابی را که در آنجا بود با دیگر اوراق و نوشتجاتش در قفسه کتاب‌های او می‌گذارند و لاک و مهر می‌کنند و او را با کیف و جعبه دارویی که در آن ادویه مورد استفاده همیشگی‌اش قرار داشت به شهربانی می‌برند و بازپرس بدون بازجویی قرار بازداشت او را صادر می‌کنند. از آنجا به زندان مرکزی می‌روند و پس از بازدید بدنی و ضبط 50 ریال موجودی و کیف و جعبه دوا، او را به زندان انفرادی تحویل می‌دهم. پدرم که تا آن وقت زندانی نشده بود، شب را به سختی می‌گذراند. روز بعد او را برای بازجویی می‌برند. مأمورین در بیراه به او می‌گویند تنها کسی است که قبل از پایان 24 ساعت مورد بازجویی واقع شده، زیرا در زندان کسانی هستند که سالها از بازداشت آنها می‌گذرد بیان که مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفته باشند و علت زندانی شدن خود را بدانند. بازپرس در آغاز بازجویی نوشتجات محتوی کیف پدر را مطالعه می‌کند و چون مطلب مظنونی نمی‌بیند، آنها را با مهر پدرم لاک می‌کند. طی بازجویی از او سوال می‌شود سوابق و
خدمات سیاسی و دولتی خود را بیان نماید. پدر به همه سوالات پاسخ می‌دهد و در پایان می‌گوید دلیل حبس مرا بفرمایید که اگر آزاد شدم کاری نکنم دوباره به زندان برگردم. بازپرس این سوال را هم در کنار ورقه بازجویی می‌نویسد و پس از پایان تحقیق در پاسخ سوال پدرم که علت بازداشت خود را پرسیده بود از اداره سیاسی شهربانی جواب می‌آورند شما تقصیری ندارید ولی اجالتاً باید در زندان بمانید. توقیف پدرم در زندان مرکزی 3 روز طول کشید. طی این مدت کتب و نوشتجات او را در خانه ورق به ورق خواندند ولی مدرکی که بر اساس آن بتوانند او را متهم و زندانی کنند پیدا نکردند. خاطرم هست در آن روزی که از مامورین ضمن تفتیش خانه و مطالعه اوراق یک نسخه بروشور مربوط به اساسنامه یکی از احزاب گذشته را پیدا کرد. سپس دور از چشم دیگر همکارانش آن را به من داد و گفت این جزوه را پنهان کنید زیرا اسباب درد سرتان می‌شود. متاسفانه نام آن جوان را که دانشجوی دانشکده حقوق هم بود فراموش کردم. به هر حال چون پدرم چند سال پیش از آن واقعه کتابخانه شخصیش را با چند صد جلد کتاب به کتابخانه دانشکده حقوق تهران هدیه کرده بود، از بین چند جلد کتاب و نوشتجات موجود مدرک مورد نظر شهربانی به دست نیامد. 11 روز پس از بازداشت پدرم را به دفتر سروان دادگستر رئیس زندان موقت شهربانی میبرند. او در وسط اتاق اشیایی را که به دستور شهربانی از منزل برای مسافرتش آورده بودند میبینم. رئیس زندان پس از تعارفات میگوید از این اشیای هرچند مورد نیاز است انتخاب کنید. حسب الامر شما را باید با اتومبیل خودتان به مشهد بروم و از آنجا به یکی از شهرهای اطراف منتقل کنند. پدرم میگوید شما 11 روز است مرا بازداشت کرده اید و به من نمیگویید برای چه تقصیری گرفتارم. من امر چنین دولتی را به میل و رضا اجرا نمی کنم و با پای خود به این مسافرت نمی روم. سپس با تأثر به عکس رضا شاه که به دیوار نصب شده بود اشاره می کند و این بیت را می خواند: ازده بر دست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار. حضار با شنیدن سخنان پدر و این شعر سکوت می کنند و از رئیس اداره سیاسی کسب تکلیف می نمایند. مشارون الیک به زندان می رود و پدرم را به علت بی مبالاتی و انتقاد از دولت توبیخ می نماید. اما او متقاعد نمی شود و همچنان به روش شهربانی در دستگیری و بازداشت بدون دلیل و خلاف قانون خود اعتراض می کند. چون در روز روشن صلاح نبود او را مجبور به حرکت کنند، دوباره زندانی می کنند. خانواده ما که از خبر مسافرت اجباری پدرم آگاه شده بودند در سرد چاره‌جویی برآمدم. من و برادرم احمد به سرپاس مختاری متوسل شدیم و درخواست کردیم چون پدرمان ناخوش است یک آشپز با او روانه کنند. مختاری موافقت کرد با این شرط که آشپز هم زندانی شود و در زندان برای او غذا تهیه کنند. 2 روز پیش از حرکت پدرم توسط رئیس زندان از سرپاس رکن‌الدین مختاری درخواست ملاقات کرده بود و ساعت 10 روز بعد قرار ملاقات تعیین شده بود، ولی به جای رئیس کل شهربانی رئیس اداره سیاسی با پدر روبرو می شود و پیام تهدیدآمیز مختاری را به پدر ابلاغ می کنم. عصر روز 17 تیر 1319 پدرم را از زندان به شهربانی می برند تا پس از تاریک شدن هوا حرکت دهند. همراهان او 4 تن بودند: 1. یاور شریفی، رئیس شهربانی زاهدان که مأمور بود پدر را به زندان بیرجند تحویل دهد و از آنجا به محل مأموریت خود برود. 2. سرپاسبان غلام حسین قهرمان. 3. جواد حاجی تهرانی، آشپز. 4. راننده شهربانی، خواهرم خدیجه. هنگامی که پدرم را تناپیچ کرده و دست و پایش را گرفته بودند تا به اتومبیل برسانند، خواهرم خدیجه 13 ساله که از چگونگی دستگیری پدر و خبر مسافرت اجباری او خبر داشت، در کنار ساختمان زندان انتظار دیدار او را می‌کشید. مادرم در مقابل اصرار توأم با عجز و لابه خواهرمان او را همراه مستخدممان آنجا فرستاده بود. خدیجه دختری زرنگ باهوش و مهربان بود. با پدرم اون سلفت داشت. آقا نیز به کوچکترین فرزندش بسیار علاقه مند بود. به درس و مشقش می رسید، برای او قصه می گفت، شیرینی و شکلات می خرید. با چنین روابطی بین دختر و پدر، ناگهان پدر به زندان می افتد و دختر که بسیار غمگین و افسرده شده در آن روز ناگهان مشاهده می کند که پدرش را دست و پا بسته مانند کوله باری کشان کشان به داخل اتومبیل می اندازند و می برند. خدیجه که با دیدن منظره تکان خورده بود، پس از بازگشت به منزل با حال نزار و رنگ پریده
هوش و حواسش را از دست داده بود، دخترک کارش ساخته شده بود. از آن روز به بعد به بیماری اعصاب و روان دچار شد و دیگر به حال عادی برنگشت. مدتی در تهران تحت درمان بود. سپس پدرم او را در یکی از بیمارستان‌های سوئیس بستری کرد. او سال‌هاست که در بیمارستان به سر می‌برد و شفا نیافته است. چند سالی است که به علت بالا رفتن قیمت‌ها و گران شدن ارز نتوانستیم هزینه نگهداری او را به طور منظم بپردازیم. اخیراً انجمن شهر لوزان نامه‌ای به بیمارستان نوشته و از جانب ما متعهد شده که بدهی گذشته را پرداخت کنیم. در زندان بیرجند، پدرم و همراهان حدود ساعت 10 شب به فیروزکوه می‌رسند. یاور شریفی دستور میده از زندانی و راننده در اتومبیل بمانند. سرپاسبان و آشپز هم در خارج مراقب باشند. خودش هم در قهوه‌خانه به استراحت میپردازد. پدر که از روش خشونتبار شهربانی در فرستادن اجباری او به یک محل نامعلوم و نیز به گمان اینکه قصد دارد مانند دیگر مخالفین رضاشاه همچون مدرس و سردار اسعد او را نیز بی سر و صدا سربنیست کنند، تصمیم به خودکشی میگیرند و با استفاده از غیبت مامورین تعدادی از قرصهای مسکن را که همراه داشت میخورد. حدود یک ساعت بعد یاور شریفی برمیگردد و اتومبیل حرکت میکند. رفته رفته اثر قرصها بروز میکند و پدرم دچار استفراغ شدید، تشنج و ضعف میشود و در شاهرود بیهوش میگردد. سرگرد شریفی که نگران شده بود به سرعت پزشکی را از محل میآورد و پس از شستشوی معده و دیگر اقدامات درمانی که 2-3 ساعت به طول میانجامد خطر برطرف میگردد. در مشهد سرهنگ وقار رئیس شهربانی که میترسد زندانی در حوزه ماموریت او تلف شود، پدرم را 3 روز تحت درمان قرار میدهم و ضمن ملاقات با او میگوید شهربانی بیرجند در حوزه ماموریت من است و از هر گونه مساعدتی نسبت به شما دریغ نمیکنم و از مرکز درخواست مینمایم یک نفر پرستار برای مراقبت شما بفرستند. پدرم از مددهای رئیس شهربانی مشهد تشکر مینماید و با او خداحافظی میکنم. مسافرت از مشهد تا بیرجند حدود 30 ساعت به طول می انجامد. حدود 3 بعد از ظهر روز 23 تیر پدرم را تحویل شهربانی بیرجند می دهند. در آن موقع رئیس شهربانی بیرجند به تهران احضار شده بود و چون رصدبان یکم یا ستوان یکم محمد حسین دولت مرادی کفیل شهربانی نیز به علت تعطیلی اداره در شهربانی نبود، یاور شریفی اتاق افسر نگهبان را برای اقامت پدر تعیین می‌کند. دولت مرادی نیز پس از حضور در اداره شهربانی با تصمیم شریفی موافقت می‌کند. جواد آشپز هم زندانی می‌شود. متن گزارش رئیس شهربانی مشهد درباره بیماری پدر بدین شرح است: اداره کل شهربانی پیرو رمز شماره 244 شماره 5991 244-19 شهربانی بیرجند هزینه دکتر مصدق و یک نفر خدمتگزار او را روزانه 10 ریال پیش بینی نموده و علاوه می کند نام برده از یک روز ورود به بیرجند به واسطه داشتن بیماری قش نیازمند به داروهایی می باشد که چون در بیرجند وجود ندارد بهای آن را نمی توان تعیین و گزارش نمود. مراتب مروز تا هر نوع فرمان فرستاده شود اقدام شود. رئیس شهربانی مشهد پاسدار وقار. گزارش دیگر شهربانی مشهد به شهربانی کل درباره هزینه پدرم در زندان بدین شرح است: اداره کل شهربانی پیرو رمز شماره 82327-46319 شهربانی بیرجند هزینه ماهیانه دکتر مصدق و پرستار و خدمتگزار مشاورون الیه را با در نظر گرفتن ارزش خاروبار در ماه از قرار روزی 24.1 ریال سالانه 7471 ریال پیش بینی نموده و ضمناً گزارش می‌دهد خانواده مشاورون الیه به وسیله پرستار مبلغ 4000 ریال وجه جهت او فرستادند که بچه مزبور به وسیله پرستار به شهربانی تسلیم و در صندوق طبق مقررات بایگانی گردیده. رئیس شهربانی مشهد پاسیار وقار. چند روز بعد محل زندان به پدرم عوض می شود و او را به اتاق کوچک صندوق خانه مانندی که متصل به اتاق قبلی است می برند. در اینجا چون کسی جز جواد آشپز هم صحبت او نبوده حالش بدتر می شود. بلا تکلیفی و نگرانی از اینکه مبادا وی را بی سر و صدا بکشند
او را به سطوح می آورد و پدر ادامه زندگی را دشوار می بیند. در همین اوان پرستاری که با مقداری دارو برای او فرستاده بودی وارد بیرجند می شود. کفیل شهربانی بیرجند با اعلام بیماری زندانی از شهربانی مشهد کسب تکلیف می کند. گزارش رئیس شهربانی مشهد به تهران در این مورد به این شرح است. اداره کل شهربانی پرو گزارش شماره 62-31-34319 محمد مصدق به علت داشتن بیماری قش نیازمند به معاینه و دستور پزشک می باشد. چون در امریه شماره 27-023-18-806 قید گردیده مشارون الیه از ملاقات محروم است، اجازه بفرمایید در مواقع لزوم پزشک بهداری او را در زندان معالجه نماید تا هر نوع امر فرماید اقدام شود. خانواده ما به خصوص مادرم نگران حال پدرم بودیم. کوشش و تلاش من برای ملاقات با سرپاس مختاری رئیس کل شهربانی به علت خودداری وی از پذیرفتن من به نتیجه نرسید. روز 14 مرداد 1319 به روال معمول همه ساله دولت و مجلس سالگرد مشروطیت را جشن می گرفتند. میرزا حسن اسفندیاری محتشم السلطنه مرا هم برای شرکت در جشنی که به همین مناسبت در مجلس شورای ملی برگزار می شد دعوت کرده بود. دعوت از من برای شرکت در جشن مشروطیت و آزادی درست در زمانی بود که پدرم را بدون دلیل و بیان که حتی تشریفات ظاهری نیز در مورد سلب آزادی او صورت گرفته باشد دستگیر و زندانی کرده بودم. در مراسم جشن بسیاری از رجال وقت از جمله سرباز مختاری حضور داشتم. سخنرانی های چاپلوسانه و ریاکارانه پیرامون آزادی هایی که توجهات اعلی حضرت قدر قدرت نصیب ملت ایران شده بود ایراد گردید. من با استفاده از حضور رئیس شهربانی نزد او رفتم و درخواست کردم اجازه دهد به بیرجند رفته پدرم را ملاقات نمایم. مختاری نه تنها با درخواستم موافقت نکرد، بلکه من و دیگر اعضای خانواده ما را از مسافرت به شهر بیرجند برحذر داشت. چندی بعد معلوم شد به رئیس شهربانی محله دستور اکید صادر کرده که پدر حق ملاقات با هیچ کس را ندارد. رئیس شهربانی بیرجند هم برای خوشخدمتی او را از اتاق افسر نگهبان به اتاق بسیار کوچک دیگری منتقل کرده بود. کوچکی اتاق، تغذیه بد، نبودن بهداشت و سابقه بیماری موجب افسردگی شدید پدرم می شود. تنها کتاب مربوط به مسائل طبی که پزشک شهربانی بیرجند به او داده بود پس از انتقال به زندان جدید پس گرفته می شود. پدر چون احساس میکند قصد کشتن او را دارند از خوردن غذای زندان امتنا میکند. مدت 48 ساعت هیچ چیز حتی آب هم نمیخورد و بیش از پیش ضعیف میشود. رئیس شهربانی بیرجند نگران از اینکه مبادا زندانی سفارش شده او بر اثر ضعف و گرسنگی از پای درآید، خود با یک لیوان شیر و مقداری بسکویت و یک جلد قرآن به زندان میآید و قسم میخورد که قصد بدی با او ندارد. و پس از گفتگوی طولانی آقا راضی به خوردن غذا می شوم. پدرم با زندانیان دوست شده بود. هم بندها رعایت او را می کردن. آنها سعی می کردن او راحتی و آسایش داشته باشد. از جمله یک پزشک افغانی که او هم گرفتار پلیس رضاشاه شده بود و به زندان افتاده بود با پدرم دوست شده بود. آنها به هم قول داده بودند که هر کس زودتر آزاد شود برای خلاصی دیگری کمک کنم. پدرم از لحاظ جسمانی ضعیف بود. وی در تهران و احمدآباد دائما زیر نظر من قرار داشت. باید به طور منظم داروهایی مصرف می کرد. به استثنای مواقعی که بیمار می شد هر دو سه روز یک بار او را معاینه می کردم. فشار خونش را می دیدم و از همه جهت مراقب حالش بودم. پس از رفتن به بیرجند ارتباط ما قطع شده بود و حتم داشتم در آنجا وضعش رو به وخامت می گذارد. با تلاش زیاد شهربانی تهران موافقت کرد یک پرستار به هزینه خودمان به بیرجند بفرستیم تا مراقب او باشم. سرانجام خانم پرستانی که ارمنی بود و در بیمارستان نجمیه کار میکرد داوطلب رفتن به بیرجند شد. در آنجا رئیس شهربانی به او گفته بود برای پرستاری از آقا باید در زندان باشد، نه اینکه در شهر زندگی کند و روزها از او دیدن نمایم. این خانم پس از چند روز اقامت در بیرجند به تهران بازگشت و با خود خبرهای بدی از وضع پدر آورد. پزشکان و پرستاران بیمارستان نجمیه که پس از اطلاع از حال و روز پدرم در آن نقطه دوردست سخت ناراحت شده بودند به تکاپو افتادند. از میان آنها خانمی به نام امین زمان روزبه
داوطلب عزیمت به بیرجند شد. وی نزد من آمد و گفت حاضر است به بیرجند برود و در کنار پدرم در زندان زندگی کند و پرستار او باشد. اقدام این زن نودوست و وطن پرست در آن شرایط و اوضاع و احوال فداکاری بزرگی بود. یک زن جوان تصمیم گرفته او خانه و زندگی خود را رها کند و بی توجه به خطری که امنیت و شغل او را احتمالاً دچار مخاطره می ساخت، برای کمک و مراقبت از یک زندانی خودش را زندانی کند. چند روز بعد خانم روزبه به بیرجند رفت و تا اواسط آبان 1319 که پدرم آزاد شد در زندان از او پرستاری کرد. سپس همراه او به احمدآباد رفت و حدود یک ماه و نیم در آنجا ماند تا حال آقا بهتر شد و آن وقت سر کارش برگشت. پدرم طی زندگی دشوار و طولانی سیاسیش و نیز خانواده او همواره مدیون لطف و محبت و فداکاری‌های بی‌شائبه بسیاری از هموطنان بوده و هستند. خانم امین زمان روزبه و آقای جواد حاج تهرانی نمونه ای از این دوستان به شمار می روم. در اینجا باید از دوست دیگری یاد کنم که در دوستی صداقت و فداکاری نسبت به خاندان مصدق نمونه است. این جوان مرد آقای سید جواد مادرشاهی است. بازگشت به تهران. آزادی پدرم از زندان بیرجند در نتیجه مداخله ارنست پرون سوئیسی انجام گرفت. پرون از دوستان صمیمی و محرم راز محمد رضا شاه بود و آشنایی آنها از سال 1310 هنگامی که ولیعهد به سوئیس اعزام گردید و در مدرسه لهروزه به تدریسیل پرداخت شروع شد. پس از پایان دوره مدرسه محمد رضا پرون را به تهران آورد. طولی نکشید که در دربان ایران کارش بالا گرفت و تا سال 1340 که به علت بیماری قلبی درگذشت به عنوان متنفس‌ترین فرد دربار شناخته می شد. در اواسط آذر 1319 ارنست پرون به علت شدت یافتن ناراحتی کلیه در بیمارستان نجمیه بستری شد و چند روز بعد پروفسور یحیی عدل روی کلیه او عمل جراحی موفقیت‌آمیزی انجام داد. هنگامی که پرون بستری بود، محمد رضا ولیعهد دو سه بار از او عیادت کرد. پرون که از ماجرای زندانی شدن پدرم اطلاع داشت و تحت تاثیر مراقبت‌های پزشکی پس از عمل جراحی که منجر به بهبودی سریع او شد قرار گرفته بود، در آغاز دیداری که ولیعهد از در آخرین دیداری که ولیعهد از او در بیمارستان به عمل آورد، مسئله گرفتاری پدرم را عنوان کرد و درخواست آزادی او را نمود. پرون این موضوع را به من و پروفسور عدل ارائه داد. 15 روز پس از مرخصی شدن پرون از بیمارستان، از شهربانی تهران خبر دادند که دستور آزادی پدرم از زندان بیرجند و انتقال وی به ساوج‌بلاغ صادر شده. در ساعت 9 بعد از ظهر 14 آذر کفیل شهربانی بیرجند وارد اتاق او می شود و به او خبر می دهد که نماینده شهربانی که از تهران آمده قصد دیدار او را دارد. سپس سرهنگ عباس دهشپور نماینده شهربانی و محمد شرافتیان نزد پدرم می روند و خبر آزادی از زندان و انتقالش را به احمدآباد اطلاع می دهند. شبانه پدر و همراهان عازم تهران می شوند. در مشهد سه شب در میهمانخانه باختر توقف می کنند. سرهنگ فقار از پدر دیدن می کند و اظهار ادب و احترام می نماید. مسافرت از مشهد به تهران سه روز طول می کشد. در طول راه سرهنگ دهشپور با ابراز محبت و مراقبت سعی می کند مطابق میل پدر رفتار کند. کمی پیش از ظهر روز 23 آذر مسافران به شریف آباد می رسند. دهشپور می گوید به امر سرپاس مختاری باید شما را ساعت 2 بعد از ظهر وارد تهران کنم، زیرا رئیس شهربانی قصد ملاقات شما را دارد، ولی من هرگز به این ماموریت تن در نمی دهم و سعی می کنم شما را به شهربانی نبرم. دهشپور چند ساعتی در شریف آباد توقف می کند و عزیمت را به دلیل نامساعد بودن حال پدرم که حتی از راه رفتن عاجز بود و جواد او را کول می کرد تا اوایل شب به تأخیر می اندازد. پس از ورود به تهران به سرباز مختاری گزارش می دهد که حال دکتر به حدی نامساعد است که ماندن او در شهربانی به مصلحت نیست. مختاری به دربار تلفن می کند و کسب تکلیف می نماید. چند دقیقه بعد دستور رضا شاه بدین شهر به رئیس شهربانی ابلاغ می شود. مصدق را به احمدآباد منتقل کنید. او باید همانجا برواند تا بمیرد. از آن پس پدرم در احمدآباد تحت نظر بود. ما افراد خانواده جمعه ها را در احمدآباد نزد پدر و مادر می گذراندیم. روز 21 شهریور 1320 پس از حمله متفقین انگلیس و شوروی به ایران و عزیمت اجباری رضا شاه به آفریقا، سپهبد امیر احمدی فرماندار نظامی تهران نامه‌ای به پدر نوشت که حسب الامر ملوکانه آزاد است و می‌تواند به تهران بازگردد. در تهران ابتدا ساختمانی را که اکنون محل انستیتو
پاستور است و آن زمان معروف بود به باغ اطلسی، از همسر ماهی 80 تومان اجاره کردیم و همگی، یعنی پدر و مادر و برادرم مهندس احمد و من، با خانواده هایمان در آنجا زندگی می کردیم. 3 سال بعد پدرم ساختمان 109 را در خیابان کاخ برای اقامت خود ساخت. من و برادرم هم در مجاورت ایشان در 2 خانه جداگانه سکونت کردیم. این خانه 109 همان خانه ای است که روز 28 مرداد 1332 با توپ و تانک به آن حمله شد و دار و ندار ما را غارت کردند. تاریخ قضاوت کرده است. قریب 30 سال بعد محمد رضا شاه در کتاب ماموریت برای وطنم از دورانی یاد می کند که در سن 19 سالگی و در مقام ولیعهدی همه روزه پدرش را ملاقات می کرده و نظریات خود را به اطلاع او می رسانیده است. رضا شاه نیز همیشه عقاید و نظریات او را با دقت و حوصله استماع می کرده است. آنگاه از شفاعتی که برای آزادی زندانیان سیاسی از جمله دکتر مصدق به دستور پدرش به اتهام همکاری با یک دولت خارجی علیه ایران زندانی بود به عمل آورده یاد می کند و می نویسد: علاوه بر وظایف نظامی که بر عهده داشتم، مجبور بودم هر روز پدر را ملاقات کنم و این ملاقات ها گاهی صبح و اغلب نیم ساعت قبل از ظهر صورت می گرفت و نظریات خود را بدون اینکه جنبه مذاکره و مباحثه داشته باشد به سمع او می رساندم. با وصف این، در آن سن 19 سالگی گاهگاه عقاید خود را صریحا در مسائل مختلف به وی عرضه می داشتم و عجب این بود که او همیشه نظرات و عقاید مرا با دقت و حوصله استماع می نمود و پیشنهادات مرا کمتر رد می فرمود. مثلا در اثر شفاعت مصرانه من بسیاری از زندانیان سیاسی آزادی یافتند. شاید جای افسوس باشد، ولی یکی از این افراد دکتر محمد مصدق بود که بعداً در دوره زمامداری خود چیزی نمانده بود که کشور را به افلاس بکشاند و سلسله‌ای که پدرم بنیاد نهاده بود براندازد. با آنکه مصدق بارها گفته بود که من وی را از خطر نجات دادم، همه دیدید که این دین را به چه طریق عجیبی ادا کرد و چگونه از من حق شناسی نمود. پدرم مصدق را به اتهام همکاری با یک دولت خارجی و توطئه علیه دولت ایران توقیف کرده بود و نمی‌دانم در فکر وی چه می‌گذشت که مخالفین خود را به همکاری با خارجی‌ها، مخصوصاً انگلیسی‌ها متهم می‌کرد. مصدق به نقطه دور افتاده و بد آب و هوایی تبعید شد و چون پیرو علیل بود به احتمال قوی از این تبعید سلامت باز نمی‌گشت، ولی من از او شفاعت کردم. وی پس از چند ماه آزاد گردید. من مورخ نیستم و قصد پاسخگویی به افتراهای شاه مخلوع را ندارم. اسناد و مدارک بیشماری که طی 2 دهه اخیر پیرامون تاریخ معاصر ایران از آرشیوهای طبقه بندی شده سری و محرمانه سیاسی خارج شده و در دسترس پژوهندگان قرار گرفته، دوران انتظار طولانی قضاوت تاریخ را بسیار کوتاه کرده است. به بیان دیگر، تاریخ درباره گفتار و کردار محمد رضا شاه و نیز همه مدعیان خدمت یا متهمان خیانت به کشور ایران به روشنی قضاوت کرده است. در اینجا بی مناسبت نیست که این مقال را با نقل یادداشت‌های پدرم و پاسخ به سخنان شاه پایان دهم. پس از خاتمه دوره ششم تقنینیه که دولت در انتخابات تهران هم دخالت می نمود و من دیگر به مجلس نرفتم، مدت 13 سال در شهر تهران و احمدآباد به انزوا گذرانیدم. کسی را ندیدم و با احدی معاشرت ننمودم. با این حال نفهمیدم مرا برای چه دستگیر کردن و به شهربانی آوردن و بهترین گواه پرونده های من است در شهربانی. سوال کردم به چه تقصیر مرا اینجا آوردید؟ گفتند تقصیری ندارید و باید در اینجا بمانید. من و کسانم درخواستی از والا حضرت همایون ولیعهد وقت نکردیم. این درخواست از طرف مسیو پورن تبعی استوریست و یکی از دوستان ایام تحصیل اعلی حضرت شاه که در بیمارستان نجمی بستری شده بود صورت گرفت. با این حال هر وقت فرصتی به دستم آمد از اظهار شکرگزاری خودداری نکردم و تا آخرین روزی هم که در سر کار بودم قدمی بر علیه شاهنشاه بر نداشتم و شفاعت من نزد پدر تاجدار اثر دیگری هم داشت که این بود دست شاه فقید به یک جنایت دیگر برای از بین بردن من آلوده نگردید. و اما اینکه فرموده اید، نمی دانم در فکر او چه می گذشت که مخالفین خود را به همکاری با خارجی ها، مخصوصا انگلیسی ها متهم می کرد. جا دارد عرض کنم کافر همه را به کیش خود پندارد.